سلام بچه های گلم، امروز میخوایم ریاضیات ششم قسمت کسر، نسبت و تناسب رو با هم دیگه کار کنیم. بچه های گل ششم، فعالیت رو نگاه کنید. نوشته دانش آموزان کلاس ششم در یک آزمون 4 گزینه‌ای شرکت کردند و به 10 سوال پاسخ دادن، یعنی کل سوالات بوده 10 تا. میگه شایان به همه سوالها جواب داده، اما 7 تا از اونها درست بوده. میگه نسبت تعداد جوابهای درست او به کل سوالها میشه 7 به 10، یعنی 7 تا از 10 تا سوال رو جواب درست داده. وقتی میگیم 7 به 10، 7 به 10 رو میخوایم هم به شکل کسری نشون بدیم و هم به شکل اعشاری. 7 به 10 یعنی 7 دهم، یعنی هر چیزی که عدد اول بوده میاد بالا میشینه و هر چیزی که عدد دوم بوده باید بیاد پایین بشینه. 7 دهم. 7 دهم هم به شکل اعشار همتون بلدید بنویسید، میشه 7 دهم. اما میگه او به چند سوال جواب نادرست داده؟ وقتی از 10 تا 7 تاش جواب درست باشه، پس میمونه 3 تاش جواب غلط. میگه نسبت تعداد جوابهای نادرست او به کل سوالا چقدره؟ خب نادرستاش چقدره؟ 3 تا. 3 تا از چند تا؟ از 10 تا. پس میشه 3 به 10. ما گفتیم که بخواد به کسر تبدیل شه، عدد اول میاد بالا میشینه، میشه 3. عدد دوم میاد پایین، میشه 10. پس میشه 3 دهم که به شکل اعشار هم نوشته میشه. اما ادامهش میگه کمترین و بیشترین مقداری را که ممکن است برای نسبت تعداد جوابهای درست به کل سوالها به دست بیاریم چقدره؟ کمترین جوابهای درست میتونه چند تا باشه؟ اینکه هیچ چی رو درست ننوشته باشه دیگه، یعنی 0 تا از 10 تا. یعنی در حالتی که از 10 تا سوال هیچ چیشو جواب نداده باشه، این میشه کمترین جوابا. 0 به 10 یعنی همون 0 دهم. بچه ها 0 دهم کلن میشه 0، چون هر کسری که صورت آن 0 باشد، خودش کلن برابر است با 0. یعنی مثلا 0 نهم، این بازم برابره با 0. به مخرجش کار نداریم چیه، اگر صورتش 0 باشه کلن برابر با 0. اما بیشترین مقدار جوابای درست اگر بخواد داده باشه، میتونه هر 10 تا رو جواب درست داده باشه. از 10 تا، یعنی از 10 تا سوال 10 تاش هم جواب درست داده، 10 دهم. پس میشه به شکل کسر هم 10 دهم. اما 10 دهم بچه ها یعنی چی؟ یعنی 1 دیگه. هر کسری که بالاش با پایینش برابر باشه، یعنی صورت و مخرجش با هم مساوی باشه، برابر 1. شما قبلا هم خوندید 8 هشتم برابر با 1، 9 نهم برابر با 1. پس اینجا هم 10 دهم برابر شدش با 1. اما کار در کلاس، میگه مانند نمونه جمله های زیر را طوری تغییر دهید که نسبت ها به ساده ترین شکل بیان شه. میگه نسبت مداد ها، چون مداد ها اول اومده، عدد اول مربوط به مداد هاه. خودکارها چون دوم اومده، عدد دوم مربوط به خودکارهاه. میگه نسبت مداد ها به خودکارها 1/2 به 2. میگه اون رو به شکل ساده تر میخواییم بنویسیم 1/4. چجوری 1/4 رو در آورد؟ بچه ها باید این کار رو بکنید. من ساده ترش رو میخوام براتون توضیح بدم، شما به این جواب فعلا کار نداشته باشید. نگاه کنید، عدد اول رو بالا مینویسیم و عدد دوم رو پایین مینویسیم. ما گفتیم دیگه، تو بالاترم گفته بودیم، تو بالا اینجا اشاره کرده بودیم که عدد اول میره بالا، عدد دوم میاد پایین. اینجا هم همینطوریه، عدد اول رو میبریم بالا،
عدد دوم رو میاریم پایین، اما چون دو مخرج نداره بهش یه مخرج یک میدیم. حالا دور در دور، نزدیک در نزدیک، یک یکی یکی، دو دو تا، چهار تا. به جای یک دوم و دو نوشتیم یک به چهار، پس این یک به چهار از اینجا به دست اومده. پس هر چیزی که به ما داد روند نبود دور در دورش میکنیم. الان سوال ب رو نگاه کنید. گفته نسبت تعداد خرگوش ها به شیرها در باغ وحش 2:1، یعنی خرگوش ها 2، شیرها 1/3. میگیم خب 1/3 روند نیستش دیگه، پس میگیم 2/1. اما چون دو مخرج نداره بهش یه مخرج یک میدیم. دور در دور، نزدیک در نزدیک، 2 3 6، 1 1 1. پس میشه به جای این نوشت 6:1. به صورت ساده تر میشه 6:1. به جای 2 1/3 که اینجا نوشته بود آوردیم نوشتیم 6:1. فهمیدیم که عدد اول بالا میره، عدد دوم پایین میاد، بعد دور در دور میکنیم. خب قسمت دوم میگه مانند نمونه چند نسبت بنویسید که هر یک با 3 و 5، 3 به 5 مساوی باشد. ما میخواییم نسبت هایی رو بنویسیم که با 3 به 5، یعنی همون 3/5 مساوی باشه. 3 به 5 یعنی 3/5 دیگه، این همین معنی رو میده بچه ها. خب ما میخواییم این نسبت ها رو به صورت کسر اعشار هم نمایش بدیم. خودش برامون این کار رو کرده بچه ها. گفته من میخوام این دوتا رو جفتش رو ضرب در 100 کنم. ما قبلا گفته بودیم که اگر یه کسری و بالا و پایینش رو ضرب در یه عددی کنیم، کسر بعدی هم با اون قبلی برابر میشه. الان 300 500 با همون 3/5 اولیه برابره. خودش نوشته 300 به 500، چون 300 500 یعنی همون 300 به 500. این جواب رو هم که خودش آورده اینجا نوشته. حالا همین 300 به 500 رو به شکل اعشار نوشته 6/10. بعضی شاید بگن آقا چجوری این به دست اومد؟ نگاه کنید، من توی صفحه بعد براتون این رو نشون میدم. 300 500 میگیم برای اینکه به اعشار تبدیل شه باید مخرجش 10 و 100 و 1000 باشه دیگه. ما میایم این رو ضرب در 2ش میکنیم، اینم ضرب در 2 میکنیم، میشه 600 هزارم. اما 600 هزارم میتونه 2 تا 0 این پایین با 2 تا 0 بالا بره، میشه 6/10. 6/10 هم به شکل اعشار اینطوری میشه. پس ما این 6/10 رو که الان کتاب گفته از اینجا به دست آوردیم بچه ها. اما قسمت بعد میگه محیط هر شکل را حساب کنید. خب و نسبت طول ضلع هر مربع به محیطش رو پایین اون بنویس. الان محیط اولی میگیم 1 2 3 4، محیطش 4. محیط بعدی 1 2 3 4 5 6 7 8، محیط شد 8. محیط یعنی دور تا دور. اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12، محیطش شد 12. و اما اینجا محیطش میشه 1 2 3 4، 4 تا هم این وره میشه 8 تا، 4 تا این وره 12 تا، 4 تا هم این وره 16 تا. و محیط این ور هر ضلعش 5 تاه، 5 تا اینجا، 5 تا هم اینجا میشه 10 تا، 5 تا اینجا 15 تا، 5 تا هم اینجا 20 تا. خب اما میخواییم نسبتاشون رو پایینش بنویسیم، نسبت طول ضلع هر مربع به محیط. این طول هر ضلع مربع 1، محیطش 4. نگاه کنید،
طول هر ضلعش یکه، محیطش هم که چهاره. اینجا طول هر ضلعش دوه، محیطش هشته. اینجا طول هر ضلعش سه، محیطش دوازدهه. اینجا طول هر ضلع چهاره، محیط شونزدهه. اینجا طول هر ضلع پنجه، محیط بیسته. پایینش اینها رو نوشتیم. اما صفحه بعد نگاه کنید بچه ها، این جدول در واقع همین جدول بالاه. ما از صفحه قبل اومدیم اینجا. میگه ضلع مربع اگر یک باشه محیطش چهاره. بله قبوله، چون تو محیط مربع میگیم یک ضلع ضرب در چهار، گفتیم یک چهار تا چهار تا. تو بعدی ضلع مربع اگر دو باشه میگیم میشه دو چهار تا، محیطش هشتا. اگر نیم باشه میگیم نیم ضرب در چهار، چهار تا نیم تا بچه ها میشه دو تا. اگر ضلعمون چهار باشه باید ضرب در چهار بشه، محیطش میشه شونزده تا. اما این دفعه پایین محیط رو داده شیش. چه عددی بوده ضلعمون که ضرب در چهار شده شیش؟ بله بچه ها میگیم میشه یک و نیم، چون چهار تا یک و نیم تا میشه شیش تا. اما چه عددی بوده تو اینجا که ضرب در چهار شده صد؟ بله درسته، 25 بوده که ضرب در چهار شده صد. و اما میگه اگه ضلعمون صد باشه محیطش میشه صد ضرب در چهار، چهار صد. یعنی بالایی ها باید ضرب در چهار بشن پایین خودشون. میگه زیر هر ستون نسبت طول ضلع مربع به محیطش رو بنویس. اینجا میشه یک به چهار، اینجا میشه دو به هشت، اینجا میشه نیم به دو، اینجا میشه چهار به شونزه، اینجا یک و نیم به شیش، اینجا 25 به صد، و اینجا هم صد به 400. میگه آیا این کسرها با هم مساوی هن؟ خب ما دوتای اول رو با هم مقایسه کنیم میتونیم به نتیجه برسیم. همین دوتا کافی هن برای اینکه ببینیم مساوی هن یا نه. میگیم 8 ضرب در 1 میشه 8، 4 هم ضرب در 2 میشه 8. چون با هم مساوی هن پس این کسرها همگی با هم مساوی هن. یعنی فقط کافیه دوتای اول رو با هم مقایسه کنیم، کجکی در هم دیگه ضربشون کنیم. میگیم 8 در 1 ضرب میشه 4 هم در 2. اگر جوابش مساوی شد یعنی همه کسرها با هم مساوی هن. وقتی بچه ها همه کسرها با هم مساوی باشن به خود این جدول میگن جدول تناسبی، یا میگن جدول تناسب دارد، کسرها تناسب دارند. پس اگر بخوایم ببینیم جدولی تناسبیه یا نه باید ببینیم کسرهاش با هم دیگه مساوی میشن یا نه. به این جدول بالا میگن جدول تناسبی. الان پایین رو نگاه کنید، جدول زیر را کامل کنید. اگر ضلع مربع یک باشه مساحتش هم یکه، چون مساحت مربع میشه یک ضلع ضرب در خودش. اگر ضلع دو باشه میگیم دو دوتا چهار تا. اگر ضلعش نیم باشه باید نیم رو ضرب در نیم کنیم. ما قبلا گفته بودیم که نیم ضرب در نیم چجوری به دست میاد. میگفتیم اینو میاریم بیرون از اعشار، پنج، اینم بیرون پنج، پنج پنج تا 25 تا 25 رو می نوشتیم. چون این یه رقم اشار داره اینم یه رقم، رو هم به این دو رقم اشار می دادیم می شد 25 صدم. اگر ضلع مربع چهار باشه مساحت مربع میشه یک ضلع ضرب در خودش، چهار چهار تا 16 تا. یک و نیم رو که خودش نوشته، اما
ضلع مربع چی باید باشه که ضرب در خودش بشه، مساحتش بشه 100، میگیم 10 که ضرب در خودش بشه میشه 100. اما ضلع مربع یا 100 باشه، میگیم یک ضلع ضرب در خودش 100، 100 تا میشه 10000 تا. خب میگه زیر هر ستون نسبت طول رو به مساحت بنویس، این میشه 1/1، این میشه 2/4، این میشه 0.25، این میشه 4/16، بعدی میشه 1.5/2.25، بعدی میشه 10/100، و آخری هم میشه 100/10000. میگه آیا این کسرها برابرن با هم؟ خب ما میگیم دوتای اول رو مقایسه میکنیم، 4 1 4 تا، 1 2 تا 2 تا، میگیم نه مساوی نمی باشند. خیر، اما تو قبلی جواب بود بله با هم مساویان. خب چون مساوی نیستن پس این جدول جدول تناسبی نمیتونه باشه. اما ادامش میگه مانند نمونه جمله های زیر را با ذکر دلیل کامل کنید. قد یک فرد هم بر حسب سانتیمتر و هم بر حسب متر نوشته شده. میگه آیا اینها متناسب هستن؟ قد هر فرد بر حسب سانتیمتر با قد او بر حسب متر متناسب است؟ ما میگیم فقط دوتای اول رو با هم مقایسه میکنیم، 1 200 تا 200 تا، 100 تا 2 تا میشه باز هم 200 تا. چون مساویان میگیم بله جدول تناسبی هستش. تعداد دوچرخه ها با تعداد چرخ های آن متناسب است. الان تو صفحه بعد نشونتون میدیم که چجوری تعداد چرخ ها با دوچرخه ها متناسب میشه. نگاه کنید بچه ها، اگر این تعداد دوچرخه باشه و این هم تعداد چرخ باشه، میگیم 1 2 چرخه 2 تا چرخ داره، 2 تا 2 چرخه 4 تا چرخ دارن، 3 تا 2 چرخه 6 تا چرخ دارن و الی آخر. اما برای تناسبی بودنش فقط به دوتای اول نگاه میکنیم، میگیم 4 1 4 تا، 2 2 تا 4 تا. چون با هم برابر شدند پس این جدول تناسبیه، یعنی متناسب است. اما قسمت پ میگه تعداد خانه ها با تعداد افرادی که در آن زندگی میکنن متناسبه یا خیر؟ ما میگیم متناسب نمی باشد. الان دلیلش رو تو صفحه بعد خواهید دید. بچه ها نگاه کنید، فکر کنید که تعداد خانه اینجاست و تعداد افراد که در اون خونه ها زندگی میکنن پایین. ما اگر یه خونه رو در نظر بگیریم، ممکنه تو این یه خونه 3 تا آدم زندگی کنن، پدر و مادر و یه فرزند. اگر این خونه با یه خونه دیگه‌ای که تعداد افرادش 5 نفرن با هم جمع بشن، یعنی بشن 2 تا خونه، خونه اول که 3 تا آدم داشت، خونه دوم هم 5 نفر آدم باشن، 2 تا خونه رو هم میشن 8 تا آدم. دیگه بقیه جدول احتیاجی نیستش ما بکشیم. همینجا نگاه کنید، 8 1 8 تا، 2 3 تا 6 تا، این قطعا متناسب نمی باشد. فکر کنید این خونه علیه که 3 تا آدم توشه، این خونه علی و محمده. حالا خونه محمد 5 تا آدم داره، خونه علی 3 تا آدم، این 2 تا خونه رو هم 8 تا آدم دارن. اما اینها با هم دیگه متناسب دیگه نمیتونن باشن. اما در جدول شماره 5 میگه در جدول چند نسبت مساوی با 16/20 بنویسید و یک جدول تناسبی بسازید. یعنی ما باید کسرهای مساوی با 16/20 رو بگیم بچه ها.
خب ما میتونیم گفتیم برای اینکه کسرهای مساوی با یک کسر رو بگیم میتونیم اون دو تا عدد صورت و مخرج کسر رو در یک عدد یا ضرب کنیم یا تقسیم کنیم. من الان اگر جفت اینها رو تقسیم بر 4 بکنم، کسری که به دست میاد میشه 4/5. خب 4/5 با این 16/20 مساویه دیگه، پس میتونم بنویسم 4/5. میتونم همین 16/20 رو تقسیم بر 2ش بکنم، تقسیم بر 2ش بکنم، جواب میشه 8/10. پس 8/10 هم میتونه باشه توی اینجا. حتی میتونم دیگه برای بقیهش از این کسر که راحت تره استفاده کنم، بگم 4/5 رو مثلا جفتش رو ضرب در 5 کنم، میگیم 4/5 تا 20 تا 5/5 تا 25 تا میشه 20/25. حالا اینجا رو قسمت آخر رو نگاه کنید، 400ش رو خودش داده، یعنی ما باید ببینیم 5 چند برابر شده، شده 400. هم میتونیم از 5 کمک بگیریم، هم میتونیم از این 20 10 کمک بگیریم، هم میتونیم از 20 کمک بگیریم، فرقی نداره، هر کدومش که شما راحت ترید میتونید این کار رو بکنید. حتی بعضیا میان میگن آقا من میخوام از 20 کمک بگیرم که کارم راحت تر شه، میگن 20 چند برابر شده، شده 400. 20 اگر 20 برابر بشه میشه 400. خب پس 16 هم باید 20 برابر شه، میاد 16 رو ضرب در 20 میکنه. بچه ها دقت کنید، تو ضرب دو رقم در دو رقم گفتیم ما این صفر رو میذاریم کنار، میگیم 2 6 تا 12 تا، 2 میمونه، 1 میره کنار کمک، 2 1 2 تا، با اون 1 میشه 3 و این صفر میاد همینطوری اینجا نوشته میشه، پس میشه 320. الان این جدول جدول تناسبی شدش، چون هر کدوم از اینها رو با هم مقایسه کنیم میبینیم که کجکی تو هم دیگه ضرب کنیم با هم برابر میشه. 5 تا 16 تا میشه 80 تا، 20 تا 4 تا میشه 80 تا، پس این جدول تناسبیه. اما سوال 6 رو نگاه کنید، میگه کدوم یکی از این جدول ها تناسبی میباشد کدوم نمیباشد، فقط کافیه کج در هم دیگه ضربشون کنیم. میگم 3 8 تا 24 تا 5 6 تا 30 تا، چون با هم مساوی نشد پس این جدول تناسبی نمی باشد. بهترین راه برای این که ببینیم جدول تناسبیه یا نه فقط اینه که دوتای اول رو کج در هم دیگه ضرب کنیم. حتی اگر جدولمون باز هم ادامه داشت اصلا اهمیتی برای ما بقیهش نداره، همین دوتای اول کافیه. 2 تا 15 تا میشه 30 تا، 5 تا 12 تا میشه 60 تا، چون مساوی نشد پس باز هم تناسبی نمی باشد. اما اینجا رو دقت کنید بچه ها، 1 4 تا 4 تا، 8 تا 5 تا هم باز میشه 4 تا، اینا مساوی شد پس این جدول تناسبی است. اما بعدیش 3 9 تا 27، 15 تا 6 تا 45، اینم مساوی نشد پس بچه ها باز تناسبی نمی باشد. پس بهترین راه برای این که ما ببینیم جدول تناسبیه یا نه اینه که دوتا ستون اول رو کج در همدیگه ضرب کنیم. حالا اگر جدولمون 50 تا ستون هم داشت بچه ها، ما همون دوتا ستون اول کافیه برامون. اگر مساوی شد قطعا تناسبیه، اگر مساوی نشد قطعا تناسبی نمی باشد. به نام یکتای هستی وش، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دانش آموزان عزیز، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. خب بچه های گلم، در ادامه درس های علوم خودمون رسیدیم به درس 12
با عنوان جنگل برای چیست؟ همونطور که میدونید موجودات زنده برای زنده موندنشون به آب، هوا و غذا و بقیه موارد نیازمند هستند. یکی از نیازهای اساسی همه موجودات زنده نیاز به غذا هستش. توی درس‌های قبل هم با این موضوع آشنا شدیم که گیاهان رو ما به عنوان تولید کننده ها میشناسیم. تولید کننده هایی که هم ابتدا غذای خودشون رو، مایحتاج خودشون رو تامین میکنن و نهایتا اندوخته خودشون رو در بانکی تحت عنوان میوه ذخیره میکنن و نهایتا مورد استفاده بقیه جانداران قرار میگیرن. حالا بحث اینجا هست. سایر جانداران یه اتفاقی میفته، یا به طور مستقیم یا اینکه به طور غیر مستقیم از گیاهان تغذیه میکنن که تحت عنوان ما اینها رو تحت عنوان مصرف کننده خواهیم شناخت. بسیاری از جانداران به طور مستقیم از گیاهان تغذیه میکنن. مثل چی؟ میتونیم سنجاب، خرگوش، گاو، گوسفند، ملخ و بقیه موجودات رو نام ببریم. به این جانوران خوب دقت کنید بچه‌ها، مصرف کننده اول اطلاق میشه. خب همونطور که توی این تصویر دارید میبینید، ما توی این تصویر گیاهان رو داریم، گیاهانی که وجود داره، یک سری از حیوانات، و توی همین تصویر بیانگر دقیقا همین موضوعات هست، مصرف کننده اول دوم، که ما در ادامه قطعا با این موارد بیشتر آشنا خواهیم شد. مصرف کننده اول رو ما همیشه تحت عنوان یک گیاهخوار میشناسیم. پس مصرف کننده اول همیشه یک گیاهخوار خواهد بود. به مصرف کننده هایی که از مصرف کننده اول تغذیه میکنند اصطلاحاً مصرف کننده دوم اطلاق میشه. مثل چی؟ مثل روباه، مثل شیر، عقاب، تمساح و بقیه موجودات. خب حالا در شکلی که در ادامه ما باش مواجه خواهیم شد، گیاهان سبز، گیاهان عنوان تولید کننده شناخته میشن، گنجشک به عنوان مصرف کننده اول شناخته میشه و جغد به عنوان مصرف کننده دوم شناسایی خواهد شد. پس ما به این نتیجه رسیدیم که مصرف کننده دوم هر زمان که ازش صحبت میشه به عنوان یک موجودی هستش که گوشتخوار خواهد بودش. بپردازیم به موضوع زنجیره غذایی و شبکه غذایی. میخواییم قدری بیشتر با این موضوع آشنا بشیم. یک محیط مثل جنگل رو در نظر بگیرید. تو این محیط جانداران مختلف و زیادی دارن زندگی میکنن. این جانداران با همدیگه قطعا یک رابطه غذایی رو تشکیل خواهند داد. به رابطه غذایی بین موجودات زنده در یک محیط اصطلاحا زنجیره غذایی میگن. هر موجود زنده یک حلقه این زنجیره هستش که واسطه ای هست با حلقه های دیگه و ارتباط رو برقرار خواهد کرد. اولین حلقه هر زنجیره غذایی رو گیاهان سبز که به عنوان تولید کننده ما میشناسیمشون قطعا خواهند بود. هر موجود زنده گفتیم که یک حلقه زنجیره هستش که با حلقه های دیگه ارتباط داره. اولین حلقه هر زنجیره غذایی هم که یاد گرفتیم که گیاهان سبز هستن، همون تولید کنند. و بچه ها به این تصاویر خوب دقت بکنید. این شکل قسمتی از یک جنگل رو داره به نمایش قرار میده که ما بتونیم رابطه غذایی بین موجودات زنده رو بیشتر درک بکنیم. یک موش رو در نظر بگیرید. ابتدا که خب ما این رو میدونیم گیاهان به عنوان تولید کنندگان هستن و موجوداتی مثل موش و ملخ یا خرگوش میان از این
تولید کننده استفاده میکنم، ولی مثلا عقاب نمیتونه مستقیما از خود درخت تغذیه بکنه، یا مار همچنین با یک واسطه موجودات دیگه میان این اتفاق میفته. خب زمانی که موش، خرگوش و ملخ اومدن از تولید کننده استفاده کردن، موجودات دیگری توی این زنجیره قرار دارن که میان از این موجودات تغذیه میکنن. گاهن این اتفاق میفته که یک موجود میتونه توسط چندی موجود دیگه مورد تغذیه قرار بگیره. خب موش رو در نظر بگیر، توسط جغد اینجا داره استفاده میشه، میتونه توسط عقاب مصرف بشه، میتونه توسط مار مورد تغذیه قرار بگیره، و خود خرگوش رو هم در نظر بگیرید، توسط عقاب، مار و توسط جغد، و گاهن یک موجودی مثل ملخ هم شاهد این هستیم که امکان داره که توسط هیچ کدوم از این چرخه یا شبکه‌ای که وجود داره مورد تغذیه قرار نگیره. توی بعضی از زنجیرهای غذایی گیاهان و جانوران مشترکی دیده می شود. همین موردهایی که اشاره شد، مشترک بین چندی موجود مورد تغذیه قرار می گیرن، مشترک هستن، یک اشتراکی در سر تغذیه این مورد وجود داره. خب زنجیرهای غذایی در یک یا چند جاندار مشترک که وجود دارن، و همین دلیل با هم دیگه یک ارتباطی دارن. به ارتباط چند زنجیره غذایی اصطلاحاً شبکه غذایی اطلاق میشه. نمونه هایی از زنجیرهای غذایی رو قرار است با هم دیگه مرور بکنیم: گیاهان، خرگوش و عقاب، گیاهی که توسط موش مورد تغذیه قرار میگیره، موشی که میتونه توسط مار و جغد مورد تغذیه قرار بگیره، و یا گاهن خود مار توسط جغد، یا توی این تصویر گیاهی که توسط خرگوش مورد تغذیه واقع شده، خرگوشی که این امکان وجود داره توسط مار و یا عقاب مورد تغذیه قرار بگیره، و یا اینکه خود مار توسط عقاب شکار بشه. یک نکته رو به جهت یادآوری، اینکه اگر در زنجیرهای غذایی جانداری کم بشه و هر علت، اون جاندار مطمئن باشید که گرسنه نخواهد ماند، زیرا زنجیرهای غذایی در شبکه‌های غذایی با هم دیگه ارتباط دارن. اما موضوع تجزیه کننده ها، بپردازیم به تجزیه کننده ها. حتما تا حالا ما میوه، نان یا مواد غذایی دیگر رو دیدیم که دچار کپک زدگی شدن. کپک ها به طور کلی قارچ های بسیار ریز و ذره‌بینی هستن که روی مواد غذایی این قابلیت و توانایی رو دارن که رشد بکنن. نانی که این بخش دچار کپک زدگی شده، بعضی از کپک ها بچه ها هستن که خیلی خطرناک هستن و از خودشون سم ترشح میکنن و باعث ایجاد بیماری های خطرناک میشن. ما باید از تغذیه قرار دادن این موارد جدا پرهیز بکنیم، به خصوص کپک نان که سمی هست و کشنده. نان هایی که دچار کپک زدگی میشن باید سعی بکنیم که خودمون و یا حتی دام مورد تغذیهش واقع نشه، که نهایتا در یک چرخی وارد شیر و گوشت خواهد شد و مجددا به سمت خودمون بازگشت داده خواهد شد. خب توی شبکه‌های غذایی هیچ چیز عنوان کردیم که هدر نمیره، حتی پس از مرگ موجود زنده اجزای بدنش تجزیه میشه و مواد تشکیل دهنده اون مجددا به طبیعت بازگشت خواهد داده خواهد شد. توی شبکه‌های غذایی علاوه بر تولید کننده ها و مصرف کننده ها، یک سری جانوران جاندارانی وجود دارن به نام تجزیه کننده ها. تجزیه کنندگان باقی مونده بدن موجودات زنده رو مورد تجزیه خودشون قرار میدن و باعث میشن که مواد تشکیل دهنده اونها این قابلیت رو داشته باشه که مجددا به طبیعت برگرده. قارچ ها معمولا از این کار رو انجام میدن که روی بقایای گیاهان و جانوران رشد میکنن و این نقش رو بازی میکنن. قارچ ها نقش مهمی توی طبیعت دارن.
پارچه ها توی آب، خاک، جاهای مرطوب میتونن رشد بکنن. اونها برای رشد و زنده موندنشون به مواد، خوب دقت بکنید، به مواد قندی و رطوبت نیازمند هستن. تجزیه به تبدیل مواد پیچیده بدن جانداران به مواد ساده تر اصطلاحاً تجزیه میگن. تجزیه برای بدن موجودات زنده و برگشت اونها به خاک باعث بهتر شدن کیفیت خاک میشه. همون موردی که گیاهخاکی که سال گذشته اون رو مطالعه کردیم، با استفاده از بقایای گیاهی خاک گیاه یا همون گیاهخاک به وجود میاد. توی تصویر نمونه ای از قارچ رو میبینید. اینا نمونه هایی از قارچ ها هستن. قارچ ها دارای جمعیت گسترده هستن و بد نیست بدونیم که اینها تحت عنوان تولید کننده شناخته نمیشن، قابلیت فتوسنتز و تولید رو ندارن و ویژگی های جانوران رو هم باز ندارن. پس ما میتونیم بگیم که نه گیاه هستن و نه جانور. این گروه از موجودات زنده برای زندگی کردن به جانداران دیگه وابسته هستن و با تجزیه بقایای موجودات زنده مواد مورد نیاز خودشون رو تامین میکنن. اما بپردازیم به رابطه غذایی بین جانداران. میخواییم به این نکته بپردازیم که چه رابطه های غذایی بین جانداران وجود داره. خب ابتدا به رابطه همیاری بپردازیم که توی این رابطه همیاری هر دو از همدیگه سود میبرن. پس من اینجا یادداشت میکنم این رابطه یک رابطه همیاری هست. هر دو موجود از یکدیگه سود میبرن. مورچه ها با استفاده از شهد شیرینی که شته ها تولید میکنند استفاده غذایی میبرن و نهایتا شته ها هم در پناهگاه های امن مورچه ها در فصل های سرما و زمستان پناه میبرن که این هم نوع استفاده پناهگاهی هستش که و پناهگاهی که شته ها دارن از مورچه ها میبرن. پس توی این رابطه هر دو از همدیگه سود میبرن. یا مثال های دیگری که میتونیم در نظر بگیریم کروکودیل و آبچیلک هست یا دلغک ماهی و شقایق دریایی. این ها مثال هایی هستن که توی رابطه های همیاری میتونیم عنوان بکنیم. خب ما این موضوع رو یاد گرفتیم توی محیط زیست که همونطور که از اسمش پیداست محیطی که داریم زندگی میکنیم زیستگاه هست. موجودات زنده با همدیگه معمولا ارتباط غذایی دارن. مثلا هر دو جاندار از هم سود میبرن یا یک جاندار سود میبره و دیگری سود نمیبره یا ضرر میبینه، آسیب میبینه. مثال هایی از این دست رو که به این موضوع پرداختیم که توی رابطه غذایی مورچه و شته هر دو از همدیگه سود میبرن. شته ها شهد شیرین گیاهان رو میمکن، مورچه ها شته ها رو از روی برگ ها بر میدارن و با خود به لونه هاشون میبرن. مورچه ها از ماده شیرینی که شته ها دفع کردن استفاده میکنن. شته ها نیز توی لونه های مورچه ها از چشم شکارچی ها دور هستن. خب مثال دیگر که میخواییم بهش بپردازیم کرکس ها پرنده های گوشخاری هستن که معمولا خودشون شکار نمی کنن و باقی مونده شکار جانوران دیگر رو مانند شیر و پلنگ رو استفاده می کنن. کرکس ها لاچه حیوانات دیگر رو اصطلاحا می خورن. توی این رابطه غذایی کرکس سود برده و جانور دیگه نه سود میبره و نه زیان، منظور شکار کنندش هستش. حالا اگر شیر باشه، پلنگ باشه و اون موجودی که کلا مورد تغذیه قرار گرفته قاعدتا کلا آسیب دیده و ضرر کرد. که ما این رو تحت عنوان همسفرگی میشناسیم بچه ها. پس ما اینجا یادداشت میکنیم همسفرگی. توی همسفرگی یاد گرفتیم که یکی سود میبره و دیگری نه سود میبره و نه
زیان، مثل همین مورد شیر و کرکس یا کوسه و ماهی های کوچک اطراف اون هم مصداق همین همسفرگی خواهند بود. خب موضوع لاشه که مطرح شده بود به باقی مونده بدن موجودات زنده، یعنی جسد اونها پس از مرگ اصطلاحا لاشه گفته میشه. خب بیشتر بدانیم، گفتیم که کرکس ها از باقی مونده های شکار جانوران دیگه یا بقایای جسد جانداران دیگه تغذیه میکنن. این کار کرکس ها از حیث زیست محیطی بسیار ارزشمند هست، نقش مهمی توی بهداشت محیط زیست دارن بازی میکنن و از آلوده شدن محیطی که هست در اثر ماندن، گندیدن و عفونت لاشه های حیوانات که به وجود میاد اینها جلوگیری میکنند، نقش بسیار مهمی رو توی این زمینه بازی میکنند. خب مگس ها و پشه هایی که روی بدن اسب ها می نشینند، اینها از خون بدن اونها تغذیه می کنند. اسب ها سعی می کنند که اونها رو از بدن خودشون دور بکنند. توی این رابطه مگس ها دارن سود می برند و اسب ها دارن زیان می بینند. این رو تحت عنوان یک رابطه همزیستی انگلی ما می شناسیم. توی ارتباط غذایی بین کروکودیل و نوعی پرنده کوچک که تحت عنوان مرغ باران شناخته میشه، کروکودیل ها توی کنار رودها دهان خودشون رو باز میگذارن تا این پرنده بیاد چکار بکنه، از قارچ هایی که در دهان کروکودیل روش کردن استفاده بکنه یا باقی مونده غذاها. توی این رابطه هر دوتا دارن سود میبرن، هم بحث نظافت دهان کروکودیل هست و هم این پرنده از حیث تغذیه خودش رو تامین میکنه. خب توی رابطه غذایی که توی بالا مطرح شده، هیچ کدوم از جانداران غذای جاندار دیگری نمیشه و تو دو جاندار در کنار هم زندگی میکنن. این نوع رابطه رو اصطلاحا همزیستی بیان میکنن که در بین جانداران سه نوع رابطه همزیستی ما اشاره کردیم توی قسمت‌های بالا. این سه رابطه از این قرار هستن، یکیش بحث همیاری بود که شما این موضوع رو توی مورچه و شته به وضوح متوجه شدید، و یا زنبور عسل و گل‌ها این اتفاق می‌افته. توی بحث موضوع بعدی همسفرگی هست که گفتیم یکی سود میبره و دیگری نه سودی میبره و نه زیانی، مثل رابطه ماهی بادکشدار و کوسه. ماهی بادکشدار از باقی مونده غذای کوسه استفاده میکنه. یا مورد همون شیر و کرکس، شیر و کفتار، نه مواردی هست همسفرگی هست. و مورد دیگری که بهش پرداختیم انگلی بود که تو این رابطه یکی سود میبرد و دیگری زیان میدید، مانند رابطه مگس یا پشه مزاحم و اسب، یا شپش موی سر و انسان. شپش انگل هستش و از خون پوست سر تغذیه میکنه. خب به موجوداتی که بر روی یا داخل بدن موجودات دیگه زندگی میکنن و از اونها تغذیه میکنن اصطلاحا انگل میگن، که خودشون کمترین زحمت رو میخوان بکشن و استفاده رو میبرن. محیط های طبیعی و غیر طبیعی، موجودات زنده توی محیط های مختلف زندگی می کنن. بعضی از این محیط ها رو ما انسان ها خودمون در به وجود اومدنش نقش داشتیم. به این محیط ها اصطلاحا محیط های مصنوعی گفته میشه. مثال های از این برای این رو میتونیم پارک، بوستان، باغچه، باغ و مواردی از این دست رو عنوان بکنیم که انسان ها در به وجود اومدنشون نقش داشتن. اما محیط هایی هم هستن که ساخته دست انسان ها نیستن، مثل جنگل، بیابان، مرتع، تالاب و غیره. به این محیط ها اصطلاحا محیط های طبیعی و بکر اطلاق میشه.
خب توی محیط های طبیعی موجودات زنده مختلفی زندگی میکنن. بعضی از محیط های طبیعی که توی گذشته های دور بودن الان متاسفانه با رفتارهایی که انسان ها از خودشون نشون دادن از بین رفتن و یا کوچکتر شدن. انسان ها نقش بسیار مهمی رو توی این زمینه ایفا میکنن. وقتی محیط های طبیعی که زیستگاه جانداران گوناگون هستن از بین بره، قطعا بسیاری از جانداران هم تعدادشون، جمعیتشون قطعا کم خواهد شد، یا از بین میرن و یا به طور کلی منقرض خواهند شد. خب وقتی همه افراد، به این نکته توجه کنید، همه افراد یک نوع جاندار، حالا اون جاندار میخواد گیاه باشه یا جانور باشه، از بین بره، اون جاندار اصطلاحا منقرض شده. مثال هاش رو میتونیم شیر ایرانی یا ببر مازندران رو عنوان بکنیم. توی درختان هم این اتفاق میفته، توی گیاهان هم این اتفاق میفته. سرعت قطع درختان جنگل که الان با همین سرعتی که داره اتفاق میفته اگر پیش بریم، قطعا در آینده نه چندان دور ما شاهد این موضوع خواهیم بود که بیشتر جنگل های کره زمین از بین خواهند رفت. تو بحث انقراض ما داریم موجودات دیگری مثل دایناسورها که گروهی از خزندگان هستند و میلیون ها سال پیش زندگی میکردن، به دلیل شرایط آب و هوایی یا در اثر برخورد شهاب سنگ و مواردی از این دست، اینها هم دیگه از بین رفتن و منقرض شدن. خب بپردازیم به این موضوع که چه عواملی در انقراض یک جاندار اثرگذار هست. خب تغییرات شرایط آب و هوایی مهمترین موضوع هست، مثل سیل، طوفان، گرم شدن یا سرد شدن ناگهانی زمین و غیره. آلودگی محیط زیست، افزایش بیش از حد شکار، کاهش غذا، کاهش وسعت محل زندگی، قطع درختان و نابودی جنگل ها مواردی هستند که باعث میشن که انقراض یک موجود را داشته باشیم، مثل شیر ایرانی که ما شاهد انقراض این موجود هستیم و دیگه این موجود رو نداریم. خب بچه های گلم، به پایان این درس رسیدیم. آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان رو دارم. خدایا رو نگهدارتون.